رئیس جمهور کرزای با دنبال ملا برادر تا چهارمین نشست سه جانبه در لندن. یکی از موضوعاتی که باز هم در این نشست آینده سه جانبه از جانب افغانستان مطرح خواهد شد، وضاحت کامل یا خواستن وضاحت کامل از جانب پاکستان خواهد بود در ارتباط به ملا برادر که ایشان در کجا هستند. حامد کرزای این بار با پاکستان چه خواهد گفت؟ در حالی که آمریکا 10 سال گذشته تلفن آنگلا مرکل را شنود کرده، اوباما میگوید از شنود مکالمات مرکل خبر نداشته است. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یواش خوش آمدید. قرار است رئیس جمهور کرزای برای اشتراک در چهارمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به لندن برود. محور اصلی این نشست روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان، روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم گفته شده است. مسئله رهایی ملا برادر همچنان یکی دیگر از محورهای نشست خواهد بود. 9 ماه پیش در 3مین نشست از این دست نشست ها پاکستان تعهد کرد که تا 6 ماه آینده برای توافق صلح در افغانستان کاری بکند. آقای کرزای 2 ماه پیش برای 20مین بار به پاکستان سفر کرد و یکی از پیش شرط های سفر رئیس جمهور نتیجه بخش بودن مذاکرات سفر 20مش به پاکستان بود که ظاهرا به نتیجه ای نرسید. روشن نیست که ملا برادر در کجا به سر میبره و یکی از موضوعاتی که باز هم در این نشست آینده سه جانبه از جانب افغانستان مطرح خواهد شد، وضاحت کامل یا خواستن وضاحت کامل از جانب پاکستان خواهد بود در ارتباط به ملا برادر که ایشان در کجا هستند، در کجا به سر میبرند. راپورها و یا معلومات ما نشان میتن که از زندان رها شده، ما هنوزم تحت نظارت دولت پاکستان در یک جای مسکونه قرار داره. معلوم نیست آقای کرزای این بار با پاکستان چه خواهد گفت و پاکستان چه خواهد کرد. فرهاد مجیدی عضو مجلس نمایندگان و سید مسعود استاد دانشگاه برای بحث بیشتر در این زمینه با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. جناب استاد، 20 بار سفر به پاکستان، 3 بار نشستن دور یک میز با پاکستان و بریتانیا، در آخر به قول خود آقای کرزای که نتیجه نداشته، فکر میکنین برای 4مین بار در نشست سه جانبه آقای کرزای بدون بال چی است؟ قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر آقای مجیدی و سلام بر شما و سلام بر بیننده. خدمت شما عرض شود که این نشست عمدتاً در بعد از یک نشستی که آقای نواز شریف انجام داد در ازلوی امتدی آمریکا و تندازه دستاورد خود را داشت و برازی که تاکید بر رول و نقش پاکستان آقای اوباما اجرا کرد، در پهلوی ازی که 6 میلیارد دلار هم از غربی ها به دست آورده بود در این برنامه شرکت کرده و در مقابلش که ما در حقیقت یک پرده سیاه در مقابل آمریکایی‌ها خلق کردیم و در حقیقت سناتور آمریکایی میگه که بدون ازی که پیمان نظامی را شما امضا بکنین ما شما را کمک نمیکنیم و در حقیقت یک نوع حرکت های زد و نقیز وجود دارد در این بحث. عمدتاً بحثی که امروز صورت میگیره یا فردا صورت بگیره بین مذاکرات سه جانبه یک بحث از لحاظ دیپلماسی برد برد است. به این معنا که کی برای کی برد 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 است، معنا داره که از پاکستانی ها در او حد یک رسیدن که در حقیقت تثبیت کردن برای آمریکا و بر غرب که در حقیقت بدون پاکستان نمیتونه که مسائل افغانستان حل شود و افغانستان با پاکستان یک عامل بسیار عمده در قسمت ثبات افغانستان و صلح سازی در افغانستان. نه، این فرمول برد برد برای کی است؟ برای پاکستان یا افغانستان؟ افغانستان برد برد، ولی برای افغانستان ظاهرا که باخت باخت باید باشه اگر پاکستان دست بالایی داره. مسئله همین برد برد که است، فرمولی است که طرف مقابلم برد، طرف شما برد. مثلا افغانستان چه بردی داره؟ اینال ما میگیم که افغانستان میخواد که در حقیقت ثبوت کنه، تثبیت کنه که پاکستانی‌ها همیشه در وجود افغانستان مداخله کردن، افغانستان در افغانستان دست دراز داشتن، ستون پنجمش کار میکنه، حوزه شرایط خراب در حقیقت ناشی از مداخله پاکستانی است. این در حقیقت یک نوع به نظر دولت افغانستان برد برد میه. ولی متوجه باشید که دولت در مذاکره دولت افغانستان است، اینکه حالا شما بگین که کشور واقعاً پاکستان مداخله کرد واقعا، ولی در خود مذاکره وقتی ما میگیم که حرکات فرمول دو برد برد در میان افتیده، ولی برد اساسی را نه پاکستانی ها انجام میتن و نه افغان ها انجام میتن، بلکه برد اساسی را او استراتژی و پالیسی های کلان خارجی انگلستان است که در منطقه کلانترین رول را بازی میکنه و در حقیقت خط حائل که ایجاد کرده بود، خط حائل که در افغانستان ایجاد کرده و نمود در حقیقت خط حائل منس سایه حیاتی قبول شده از جانب غرب پذیرفته شده و آمریکا پور پذیرفتن. به این معنا که عمدتا سیاست انگلیسی در منطقه به خصوص در جنوب آسیا آنقدر تجلی داره و در حقیقت قوی است که در حقیقت میتونه که
تمامی حرکات و حرکات نو حرکات های استخباراتی را انجام بدن. از این رو من فکر میکنم که در با این حساب جناب استاد نمیشه اسم این بازی را برد برد ماند و اونم به افغانستان خب. اسمش را باخت ماند برای خب. افغانستان یک چیز اگر بازیگرهای کلانی که این فرضیه را شما مطرح میکنید خب ما یک چیز دیگه بسیار یک چیز بسیار عمده ای است که عمدتاً در روی میزی که اونا میشینن در روی میز که میشینن گپای رسمی روی میز اونقدر ما سرش بسته میکنیم برای اینکه همیشه گپای روی میز گپای امیدوار کننده است گپای تقریبا فرمایشی و این دو گپا است ولی گپای بعد در پشت پرده بسیار مهم است به این معنا که پاکستان و افغانستان و صدر اعظم انگلستان با یا به صورت واضح خود جناب آقای کرزایی و نواز شریف و آقای که رئیس صدر اعظم پاکستان اینا نشست‌های مخصوص پشت پرده دارن معنا داره که او حرفای سری که در منطقه میزنن این بسیار عمده است برای اینکه شما میفهمین که در حقیقت با انگلیس ها بعد از تقریبا 12 سال که کار کرده اونمو موره هایی را که ایجاد میکرد مثلا شما ببینید که 4 سال پیش از امروز خط دیورند خط کشید وزیر خارجهش گفت که این خط روی یک کشیده روی یک کاغذ سفید است و بعد هم طالبان را گفت که بدون طالبان نمیشه که هیچگاه ما در یک چی برسیم در یک خود در یک صلح برسیم افغانستان آرام آرام میره که گپای تطبیق میکنه و تطبیق کردن از اینا و نزدیک کردن از اینا مانای یک نوع مسخرگی داره که ما نزدیک بکنیم به خاطر از اینکه نه پاکستان و نه افغانستان موره های درست نیستن که خودشان دارای استقلالیت خودشان باشه و رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور پاکستان یا صدر اعظم پاکستان خودشان تصمیم گیرنده در قسمت سیاست های خارجیشان باشه معنا داره که سیاست ها و برنامه ها داده میشه و از این لحاظ است که ما آرزو داریم که او سیاست های پشت پرده هم شما که نام خدا بسیار رسانه قوی هستین تا اندازه بتونن افشا بکنه آقای مجیدی واقعا شما موافق هستین با آقای مسعود که این بازی را میشه گذاشت اسمش برد برد برای افغانستان و این چهارمین نشست را حالا شما گفتین که دو کشور پاکستان و افغانستان پاکستان میتوند بله برد برد باشد میگره بله چون این هست در این چهارمین نشست باخت باخت شما بله به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام خدمت شما استاد محترم بینندگان عزیز نه خیر ما کلان این بازی برد باخت یعنی باخت برای افغانستان میدانم با در نظر داشت تجارب گذشته و نشستایی که در گذشته در این مورد و برای آوردن صلح و برقراری صلح و ثبات در افغانستان در هر جایی از دنیا خواستن در انگلستان و در رابطه با پاکستان روابط ما با پاکستان داشتیم دقیقا مثل مسابقه میمانه که یک تیم ضعیف که افغانستان باشه با یک تیم قوی تر که پاکستان باشه و داور که انگلستان باشه که 100% جانبداری بکنه از تیم قوی که پاکستان باشه یعنی در طول تاریخ حالات زیادی پیش آمده که این کشور انگلستان به عنوان حامی در حالات که پاکستان نقشش در وضعیت‌های اساس ضعیف شده به عنوان لابیگر و حامی همیشه کشور انگلستان مداخله کرده و برای حمایت از پررنگ ساختن نقش پاکستان خاصتاً چیز مسائلی که و رابطی که با افغانستان داشته که طبیعتاً ما هیچ انتظاری به جز ای که لابی بکنه کشور انگلستان و پاکستان درخواست‌های داشته باشه برای گرفتن امتیازات بیشتر و نقش و رنگ و پررنگتر شدن نقش پاکستان در افغانستان و طبیعتاً این موضع‌گیری خصمانه پاکستان همچنان در مقابل و سیاستش همچنان به شکل منفی ادامه خواهد داشت. همچنان که در خبر به بیننده ها گفته شد آقای کرزای پیش شرط سفرش را به پاکستان گفته بود که نتیجه بخش بودن مذاکرات با پاکستان است. ظاهرا اونم نتیجه نداد. اما چه شد آقای کرزای واقعا چه میخواه از این دیدارها با مقامات پاکستانی که نهایتش هم برای خودش معلوم است که نتیجه نداره. خب طبیعتا که حکومت افغانستان هم به عنوان مسئول یا رئیس جمهور افغانستان و تیم حکومت مسئولین درجه یک هستند که باید تلاش بکنن که تا حدودی از این فرصت ها استفاده بکنن و نسبی البته یک مسئله رو ما میخوایم که تذکر بتم که
احتمالاً در سفر اخیر که رئیس جمهور به پاکستان هم داشتن، امتیازاتی که دور از نظر مردم هست و هنوز معلوم نیست به مردم، وعده و نویدای داده شده از طرف حکومت افغانستان و امتیازاتی گویا که امتیازاتی داده میشه از طرف حکومت، و در این نشست هم آمادگی های از طرف حکومت حتما هست که امتیازاتی داده باشه با پاکستان تا بتانن که تا حدود نسبی امو درخواست ها یا حداقل امنیت نسبی رو در افغانستان بر برگزاری انتخابات داشته باشه. آره، چه امتیازی را شما مطرح می سازین؟ خب یک مشکل حکومت افغانستان دقیقا در 12 سال گذشته همی بوده که متاسفانه مردم افغانستان معلومات کافی در اختیارشان نگذاشته و هنوز هم نامعلوم هست که امتیازاتی که داده میشه، طبیعتا هر امتیازی که با پاکستان داده خواهد میشه به ضرر مردم افغانستان خواهد بود. جناب استاد، درخواست رهایی فردی به نام ملا برادر، چرا این همه در هر نشست آقای کرزی به دنبال این فرد هست؟ واقعا ملا برادر کی است؟ چی میتونه بر افغانستان بکنه؟ از نظر حالا هزینه‌هایی که مصرف میشه بر سر این فرد، از نظر تبلیغاتی چقدر میتونن بگوین که موثر است بر افغانستان؟ عمدتاً در افغانستان یک چیز عمده در مسئله افغانستان پاکستان یک چیز بسیار عمده وجود داره که عدم سیاست روشن افغانستان در قبال پروبلمای خود ما و داشتن سیاست روشن در قبال افغانستان از جانب پاکستان است. پاکستانی ها بر اساس یک استراتژی کلانشان در افغانستان عمل میکنند، منافع خود در افغانستان تعریف کردن و مطابق با پیگیری میکنند، صرف نظر از اینکه هر کس از رئیس جمهوری که بیاید، هر رئیس جمهوری که ولو رئیس جمهوری بسیار دموکرات مانند بی‌نظیر بوتو و یا می نویس نواز شریف که میگن ما بسیار دموکرات هستم، اینا بسیار شدیدتر عمل میکنن نسبت به پرویز مشرف و جنرال دیگیشان. ولی متاسفانه که ما سیاست های روشن نداریم، سیاست های نوسانی و مزبزب داریم، گاهی دوست گاهی دشمن، گاهی دوست گاهی دشمن، و در پای ما در پای چرا باید چون این سیاست های بله. وجود داشته باشه در ارگ ریاست جمهوری بله. در برابر پاکستان متاسفانه که ما در مقابل پاکستان یک بازی کلان نمیکنیم. چرا؟ حالا دلیل این که بله. این ابتکار عمل از دست بله. رهبران افغانستان گرفته شده چی است؟ ما گفتم که متاسفانه که ما بازی کلان نمیکنیم، اینا باید ما بازی کلان میکنیم، مثل که در بسیاری جای ها دولت بازی کلان نمیکنه. به این که من فکر میکنم که اگر ما بازی کلان میکنیم پشت افراد نمیگردیم، ما در حقیقت میگردیم پشت نوی حرکت های جمعی، حرکت هایی که بتونن در حقیقت ما در بصورت طویل مدت منافع ما را تامین بکنن و هدف ما را نشانی بزنه. ما یکی از گپ هایی که اینا نشانی میکنن این درست که میگم ملا برادر شاید موری کلان از جانب چی باشه، از طلبا باشه که با رسوا شدن است که ارتباط داره با افغانستان و قسمت از طالبان میتونه که در مذاکره توسط ملا برادر بیایه. من فکر میکنم که یک چیز بسیار عمده در افغانستان وجود داره با پاکستان، فرقش نمی است که زیادتری که ما در سیاست خارجی در حقیقت نوع دست باز نداریم، بنا داره که حاکمیت ما که امو چهار بخش که حاکمیت است که ولی آقای کرزی میگه چون رابطه را تامین کرده، بعضی از آقای کرزی پرسان که وارث راستی تامین کرده نکرده. نه، آقای کرزی ادعا میکنه که بله. تنها فردی است در میان رؤسای جمهور افغانستان که به این حد با پاکستان رابطه داشته، حتی 20 بار به با پاکستان سفر کرده، ملاهای پاکستانی را بر ارگ ریاست جمهوری مهمان کرده. شما بیشتر از این چه توقعی میتونید داشته باشین که در این روابط آقای کرزی میکرد؟ یکی سفر کردن است، یکی داشتن یک سیاست مشخص در قسمت روابط خارجی شما است. شما در قسمت وقتی که شما یک استراتژی روابط خارجی را ایجاد میکنید خودتان، در درون روابط خارجی شما تعریفات معین را انجام میدین، پرنسپ های معین دارین، شیوه ها و تاکتیک های معین حرکت میکنین، در قدی مجموعه از این میره به نام استراتژی سیاست خارجی میگن. متاسفانه که ما فاقد چنین چیز هستیم. یک استراتژی تقریبا نیم بند در وقتی که آقای اسپانتا وزیر خارجه بود بیرون برآمد که تا اندازه نتونست تطبیق شوه، باقی مانده ما دارای یک استراتژی مدونه که بتونه سیاست های خارجی ما را پا به پا و پله پله پیش بره مدود نداره. از این لحاظ است که ما پشت اشخاص میگردیم. شما ببینید که گوم یک شخص ما که میریم گوی شخص دیگه گوی شخص دیگه، از این لحاظ اگر من میر سوال بر من سوال پیش سوال انگیز است که اگر ملا برادر آنقدر موری قوی باشه که سیاست خارجی ما وابسته به ملا برادر باشه و دوستی ما امر پاکستان ما وابسته به ملا باشه، و انسان هم در حقیقت یک موجود است که میتونه هر آن تغییر کنه، وقت ملا برادر تغییر بکنه بعد ما چی سرنوشت را در قسمت سیاست خارجی خود به دست میاریم؟ از این من میگم که عمدتاً افراد منیس
یک المنت های در درون سیاست کار میکنه. ما افراد هستیم، شاید آقای کرزی یک فرد است، آقای اسپنتا یک فرد است، مثل که در جای دیگه هم یک فرد میشه، ولی ما در مجموع یک روش و شیوهی که ایجاد میکنیم ما سیستمی کار میکنیم. متاسفانه که کاستی که ما وجود داریم کاستی سیستمی است. ما در سیستمی که ما ایجاد کردیم در درون در این سیستم، در مابین سیستم، در دایره سیستم، در حلقه سیاست خارجی ما متاسفانه چیز جالب و خوبی را ما بازی نمیکنیم. از این لحاظ ملا برادر بیا، ملا برادر بره. ما فکر میکنم که شاید مهمی هم یک خواست از کسی باشه که آقای کرزی هم رئیس اونها کدام وعده کرده باشه، ولی بازم من میگم که پشت سر پرده یعنی مسئله شخصی میتونه باشه. من فکر میکنم زیادتر به خاطر که هیچگاه ملا برادر که من میشناسم و ملا برادر که کل دنیا میشناسن، وعده پالوش هم ملا مادامر که خون که امیرالمومنین هستن، اونا که در قد اینا با یک دیگه حرکات را که انجام میدن مقایسه از اینا اصلا چی نیست، نمیتونن مقایسه بکنن، به خاطر ازی که این ملا برادر شاید به حدود 2 پوینت بتونه تاثیر وارد بکنه، ولی دیگرش اون معلوم نیست که واقعا بله چی معلوم است یا نیست. از این لحاظ من فکر میکنم که چیزی بسیار جالبه که یک چیزی که یادم نره، اگر تو نشه خداوند نکنه که در فردا که مذاکره آغاز شوه چنین شوه که ما در این مذاکره گداگونه در مقابل پاکستان بازم دست گداگونه را به خاطر ازی که به خاطر صلح بر ما کمک کنه ما دست درست نکنیم. این خلاف حرکات دیپلماسی است. همیشه چنین کرده گفت، بله امروز اعلان کرده که پاکستان و افغانستان از پاکستان در این مذاکرات سی جانبه خواهش میکنه که در مسئله صلح در افغانستان باید به ما کمک کنن. ارمانا داره که این پاکستان که تا حال ده ها بار کمک کرده وعده داده، ولی هیچ گناهش نیست که مطابق به استراتژی هیچ گاه تلاش نمیکنه که دولت قوی به وجود بیاره، دولت دنباله رو باید انسان نشه، دوست انسان نباشه، سایه حیاتی برای پاکستان باید باشه، اون رقم دولت کار داره دیگه. آقای مجیدی، حالا چسبیدن به این که فرد به اسم ملا برادر را پاکستان رها بکنه، آقای کرزی میخواد که در کجا است، این حدیث ها در گذشته بسیار جریان داشته، بازم در چهارمین نشست هم جریان خواهد داشت به قول سخنگوی رئیس جمهور، و کلیگویی های مانند این که روند صلح افغانستان کمک شود مبارزه با تروریسم، واقعا چرا مسائل اساسی با پاکستان مطرح نمیشه و یک حرف آخر با پاکستان گفته نمیشه که خب خط قرمز افغانستان برای این همه وقت ضایع کردن ها اینجا است؟ خب این مشکل بیشتر یا ضعف متوجه سیاست ناکارا و حکومت افغانستان هست تا با پاکستان یا انگلستان یا کشورها دیگه. ما فرصت بسیار با ارزش را در طول 12 سال با همکاری کشورهای زیادی جهان خواستن ایالات متحده آمریکا از دست دادیم. زمانی که از رئیس جمهور افغانستان سوال میشه که شما در صورت حالت جنگ یا رو در روی آمریکا با پاکستان جانب داری شما از کی هست؟ خب همیشه پاکستان برادر خطاب کرد و بالاخره گفت پاکستان حتما، و در مقابل روی با ایالات متحده آمریکایی که در 12 سال کمک‌های زیادی برای افغانستان داشت. ای که در به طور مثال در رهایی ملا برادر آخوند چی خوابی را رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان می‌بینه مجهول هست و هنوز مردم افغانستان نفهمیدن و شخصا نفهمیدیم تا حالا که چی امتیازاتی، چی منفعت مردم افغانستان خواهند داشت در برابر رهایی ملا برادر آخوند. و خب هدف نشست انگلستان هم گفتن مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و این مسائل کلن همهش جستجو میشه ریشه در پاکستان داره، و طبیعتا باز میخوام تکرار بکنم که من شخصا هیچ انتظاری برای بهتر شدن وضعیت و رسیدن به هدف و امتیاز دادن امتیاز بیشتر برای افغانستان از این نشست و این سفر رئیس جمهور افغانستان به انگلستان ندارم، و طبیعتا امونش به ادامه اونم نشست ها اگر باز معامله باز خصوصی رئیس جمهور تنها داره حالا وقت کشی میکنه و اینکه یک سفر دیگری بلنده. من فکر میکنم که در این نشست درخواست حکومت افغانستان بازم مطالبات شخصی به نفع یک تیم حکومتی معدود خواهد بود و منافع بزرگ ملت و مردم افغانستان و قمار خواهند زد، و در اونجا
در یک معامله طبیعتاً که متضرر اصلی مردم جنگ دیده افغانستان خواهند بود. موافق هستین جناب استاد شما که یک معامله در کار خواهد بود در چهارمین نشست لندن؟ من فکر میکنم که عمدتاً بازی با نواز شریف با نظر به بازی ها با کسای دیگه مشکلتر و دشوارتر است، به خاطر که نواز شریف از آقای زرداری گفته بود در همون 9 ماه پیش در سیومین نشست سه جانبه که تا 6 ماه دیگر توافق صلح در افغانستان به میان خواهد آمد، اما اون فراموش شد، نه دولت افغانستان به یاد داره اون را و نه پاکستان. حتی که وقت زرداری که از لحاظ دیپلماسی و از لحاظ سیاست خارجی با شما کل معلوم است که ضعیف‌ترین موری سیاسی پاکستان بوده در طول دوره‌های ریاست جمهوریش، حتی همو هم تونسته که نوی چربی های بار ما انداشته باشه. نواز شریفی که از آغاز تا امروز در حقیقت دستش به خون مردم افغانستان در حقیقت خونین است، نواز شریفی که خودش در حقیقت با افتخار میگه که اردوی افغانستان ما از میان برداشتیم، نواز شریفی که میگه که ما اقتصاد از کشورم از میان برداشتیم تبدیلش کردیم به یک بازار، آله که در حقیقت حرکات اقتصادی بسیار جالب را انجام میده، نواز شریفی که خود نزدیک ساخته بیان، خود نزدیک سو میسازه با آمریکا، در حقیقت تمامی او خلاها و درسایی که پاکستانی‌ها فقط یک سال پیش برداشته بود میخواد که را ترمیم بکنه و آرام آرام با یک حرکت و با ژست‌های بسیار مؤدبانه‌ای در مقابل غربی‌ها ظاهر میشه. من فکر میکنم بازی برزی تا اندازه مشکل‌تر است. من از این خاطر من هشدار میتونم برای دولت افغانستان که حریف نباید او قدر پاکستانی ساده فکر کرد، مثل که پاکستانی ها ساده نیستن، حاله قدرت هستن. از این لحاظ من فکر میکنم که غیر از این که ما در اونجا در یک ماس مالی کردن ها شروع بکنیم کار خود، ما آمدگی ندارم. چرا من این کار را میزنم؟ میگم ما تجربه چندین ساله داریم، نه تنها 10 ساله که آقای کرزی بوده، بلکه سالهای پیشتر از اون بوده. ما در مذاکره بدون آمادگی میریم. این معنا داره که من اکثریتی از مذاکرات را که مطالعه میکنم و در تعداد مذاکرات که خودم رفتیم برای اینا، ما بدون تشخیص هدف گذاری و بدون از اینکه ما کدام تاکتیکا را به منظور رسیدن به هدف و بدون از اینکه هدف بسیار مهم نشانی بکنیم، ما میریم به مذاکره میشینیم، حرفای واهی و کلی را بس میکنیم. حال چهارمین نشست در یک زمان خاص صورت میگیره. گفته میشه پاکستان در صدد سنگ اندازی بر روند انتخابات افغانستان است و منتظر خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. فکر میکنین پاکستانی ها چرا دنبال میکنن در این چهار میشه؟ ببینید چند چیز ما کار میکنیم در اینجا. اول خود این طرف خود ما کار میکنیم که آیا ما هدف ما چی بوده؟ آیا ما در حقیقت یک هدف تعیین کردیم رفتیم مذاکره شیم؟ یعنی ببینید هدف های کلی است، ما نداره که در صلح کمک کنه، ما را مثلا ملا برادر را بته، مثلا این گپا را برای ما بزنه. این هدف های کلی است. ما دیگر تصدیق نکردیم که ثبات چگونه توسط آرام شدن طرف مقابل خود آرام بسازیم که هیچ امکان نداره. از این رو من میگم پاکستانی ها در صدد چیزهای دیگه هستند. پاکستانی ها هدفشون معلوم شدگی است. معنا داره که یک حکومت دنباله رو به طرف خودشان و در شریک ساختن. در این آستانه انتخابات و خروج نیروهای خارجی فکر میکنین پاکستانی ها وقتی میان میشینن دور این میز چه میخوان؟ هدف میگیره. معنا داره که همیشه پاکستانی ها یک نوع بازیگر خوبی در میدان افغانستان هستند. همیشه معنا داره که در بسیاری وقت عوض ما فکر نمیکنین ضعف دولت افغانستان سبب شده که پاکستان بازیگر خوب جلوه بکنه؟ میگم ما نه دولت، نه دولت های افغانستان ضعفش بوده، ما بازیگرای خوب پاکستانی ها و ما خوب است. میتونه از یک وضع بسیار خراب افغانستان برای خود میلیاردها دلار بگیره. ببینید که یک وضع خراب در افغانستان عمل آورده، 6 میلیارد دلار به دست آورده. 6 میلیارد دلار همین پاکستانی که فقط در 330 میلیون دلار که آغاز انقلاب چی بود ثور که بود هفته ثور در 330 میلیون دلار کسی نمیداد، ولی بعد از 6 جدی به میلیاردها دلار رسید برش و در حقیقت تونست خود کار خود انجام بده. من فکر میکنم که پاکستانی ها در صدد گرفتن امتیازات خاص هستند که از دهلیز یا پشتیبانی کلان افغانستان برخوردار است. پاسخ شما آقای مجیدی به این سوال چی است؟ در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای خارجی پاکستانی ها واقعا در صدد چی هستند؟ یک مسئله واضح هست که پاکستانی ها منافع خود را در ناامنی افغانستان، در به این حالات دست نگر باقی ماندن، حاکمیت فقر در افغانستان میبینند. ولی افغانستان چگونه حالا برای پاکستان میدان میته برای این بازی هایی که اجرا بکنه پاکستان؟ خب واقعا خسته شدن تمام مردم افغانستان که در 12 سال که افغانستان نتونسته به شکل واضح تعریفی از دوست و دشمن خود حتی اقل برای مردم افغانستان
واضح بسازه که پاکستانی ها یا حکومت یا موضوع مشخص پاکستان در مقابل مردم افغانستان دشمنی مطلق و خصم دشمنی خصمانه مطلق هست. یعنی این چیز این مسئله واضح شده برای مردم افغانستان و برای دنیا که چشم خود را پوت میکنه و به شکل وانمود میکنن که ما چیزی را نمیبینیم به دلیل مشکلات یا روابطشان و اساسیت پاکستان در منطقه که نمیخوان روابطشان با پاکستان هم به خراب بشه و به یک شکل میخوان روابط خود با پاکستان قسما نیک نگه دارن. اما ضعف ما، ناتوانی ما دلیل اصلی نتیجه گیری های منفی هست که هنوز هم ادامه داره و باز ما تکرار میکنم اگرچه ما زیاد منفی نمیخوام اما مسئله ببینم یا تاریک یا سیاه ببینم، امید ما ایست که این نشست باز هم بتونه کمک بکنه. ولی با تمام این تحلیلی که پیشتر از این ارائه کردین نمیتون امیدوار بود به این نشست؟ ناامید همچنان نیستیم و امید داریم که یک قسمت بتونه بشه کمک کنه. یک جمله که بگم بله، بسیار جالب است که ما با وجودی که میدونیم که پاکستان بسیار خراب است ولی بدون پاکستان نمیتونیم، به خاطر ازی که هم بدون همسایه حرکت شده نمیتونه، ولی باید بتونیم به اتکای خود و نیروی خود افغانستان. یک زمان شما کار دارین اگر این فکر در افغانستان تقویت پیدا کنه. بله، یک زمان شما کار دارین، معنا داره که ولی باید در این 12 سال افغانستان به پای خودش استاده میشد. بله، بی همگان بسر شود، بی همسایه ها بسر نشد، برای اینکه همسایه ها اونقدر دراز هستند. که شما در تحلیلتان گفتید که بزرگترین ضربه را برای افغانستان اینها زدند. میگه بی همگان بسر شود، بی همسایه ها بسر نشد، و همسایه که همیشه مداخله میکنن، همیشه ما رو نمیمونه. ما گفتیم پاکستان در حقیقت ما رو میخواد که دوباره روی خود بسازه و در حقیقت یک دولت را که دست نشانده خودش باشه ایجاد کنه مثل طالبان و غیره واره. ولی ما میگیم که با می قبول کو که یک ضرب مثل مشهور انگلیسی است که میگن که واقعیت سرسخت است و باید قبولش کرد. قبولش کو که ایران، پاکستان، چین و روسیه و هندوستان کشورهای بسیار کلانی است و ما باید بازی خوب هم از اینا انجام بدیم. سپاسگزارم فرهاد مجیدی عضو مجلس نمایندگان و سعید مسعود استاد دانشگاه، ممنون از حضور شما. و نشریه آلمانی شپیگل با اسنادی دستیافت که نشان میدهد نهادهای اطلاعاتی آمریکا از سال 2002 تلفن آنگلا مرکل را شنود کردند. به گزارش شپیگل، سازمان اطلاعات امنیت ملی آمریکا حتی پیش از آن که آنگلا مرکل به نخست وزیری آلمان برسد تلفن وی را شنود می کرده است. شپیگل افزوده که از جزئیات شنود تلفن های مرکل هنوز اطلاعی درست در دست نیست، اما ممکن است برای نمونه تمام مکالمات وی ضبط شده باشد یا شماره تلفن هایی که او با آنها تماس گرفته همگی در دسترس سازمان امنیت ملی آمریکا قرار گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر آلمان از شنود مکالمات تلفنی وی ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته در صورتی که از این موضوع اطلاع داشت فوراً دستور توقف آن را صادر می‌کرد. اوباما ضمن ابراز بی‌اطلاعی از شنود احتمالی تلفن همراه مرکل بابت این مسئله عذرخواهی کرده است. ممنون از همراهی شما، هم خدا نگهدارتان.